به نام یاد خدا، سلام بر شما. با پوشش سومین سال روز توافقنامه تاریخی دوحه میان ایالات متحده آمریکا و امارات اسلامی خوش آمدید. پس از 3 سال نفسگیر و با کش قوس، کابل و واشنگتن هنوز از چگونگی اجرای این توافقنامه در برابر یکدیگر خط نشان میکشند. اما امارات اسلامی میگوید آنچه که به ما برمیگشت به گونه کامل اجرا شده است، ولی واشنگتن به تعهداتش پابند نبوده است. و در آن طرف ایالات متحده نیز میگوید که این توافقنامه به گونه کامل عملی نشده است. افغانستان با توافقنامه دوحه با چی آزمونی روبرو شده است؟ امشب خبر 6 را ویژه 3 سالگی امضای توافقنامه دوحه ساخته ایم. امروز برابر است با 3 سال روز امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و امارات اسلامی. 3 سال پیش در چنین روزی توافقنامه دوحه پس از 18 ماه گفتگوهای نفسگیر میان زلمه خلیزاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر معاون پیشین دفتر سیاسی امارات اسلامی در دوحه قطر امضا شد. توافقنامه که اکنون ایالات متحده و امارات اسلامی یک دیگر را به نقض آن متهم می سازند. فرشاد داریوش این گزارش را تهیه کرده. توافقنامه دوحه 3 سال پیش به روز 29 فوریه سال 2020 میلادی در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، در قطر امضا شد. این توافقنامه پس از چانه‌زنی های 18 ماهه میان زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی امارت اسلامی در شهر دوحه، پایتخت قطر، به امضا رسید. گام هایی را که طالبان باید بردارن این است که تعهداتی را که بر بنیاد این توافق کردند با آن عمل کنند تا زمینه صلح پایدار در افغانستان فراهم شود. افغانستان در مجاهد ولس او نری پر گتا یو مثبت اقدام دی او طول تای مبارکی وایم. در افغانستان اسلامی امارت در امریکا سر دشیر توافق نامه زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان که رهبری گروه مذاکره کننده امریکا با طالبان را به عهده داشت، نخستین دور این گفتگوها را با طالبان در 12 اکتبر سال 2018 میلادی در شهر دوحه قطر آغاز کرد. سرانجام پس از 10 دور گفتگوها این توافقنامه در مراسم ویژه با حضور بیش از 30 کشور و 10 نهاد جهانی در هتل شیراتون در قطر امضا شد. داد افغانستان پا گرده و داد مجایدون و جهاد نتیجه و اما لیکن توانی دادی چه اصنان افغانستان در دنیا سخ یا در نری سخ خلق تنهاش میری پر اسمیت پنیا نپیجنی دبیاد افغانستان پزیار. پس از امضای توافقنامه دوحه، زمینه برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان فراهم شد و نیروهای آمریکایی همراه با همپیمانانش به حضور 20 سالشان در افغانستان پایان دادند. برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که این توافقنامه زمینه را برای به قدرت رسیدن امارت اسلامی فراهم کرد و به سقوط نظام جمهوریت منجر شد. به یقین امی توافقنامه اگر درست تطبیق میشد، احتمال ازی بود که دکتر صاحب اشرف غنی افغانستان ترک نگویه و سیستم حکومتی ما از هم نپاشه و به یک توافق بسیار عادلانه امرای امارت اسلامی صورت می گرفت و بالاخره برادرای افغان همشان مشترکن یک حکومت خوب می ساخت. در مراسم امضای توافقنامه دوحه، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین، معصوم استانکزی، حنیف اطمر و برخی از مقام‌های دیگر حکومت پیشین نیز حضور داشتند. با آنکه 3 سال از توافقنامه دوحه می‌گذرد، اما کابل و واشنگتن هنوز از تطبیق این توافقنامه راضی نیستند. کابل میگوید که بخشای از این توافقنامه که به امارت اسلامی برمیگردد به گونه کامل تطبیق شده است، اما واشنگتن به تعهداتش در این باره پابند نبوده است. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا کابل را به نقض توافقنامه دوحه متهم می سازد. جزئیات در گزارش.
توافقنامه دوحه 4 بخش مهم را در بر می‌گیرد: خروج کامل نیروهای خارجی، آزادسازی کامل زندانیان دو طرف، برداشتن تحریم‌ها در برابر اعضای امارت اسلامی در صورت آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی و خودداری آمریکا و متحدانش از مداخله در مسائل داخلی افغانستان از بخش‌های مهم این توافقنامه پنداشته می‌شوند. در بخش دوم این توافقنامه آمده است که از خاک افغانستان در برابر آمریکا و متحدانش کار گرفته نخواهد شد. در بخش سوم هم درباره مسئله به رسمیت شناختن توافقنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و روابط ایالات متحده با افغانستان پرداخته شده است. 3 سال پس از امضای این توافقنامه دو طرف یکدیگر را بر نقض آن متهم می کنند. نیروهای آنها با مو ظرف زمانی و چیزی که معین شده بود اخراج نکردند و همچنان بعد از او پل های مردم افغانستان را مسدود کردند، تحریمات پا برجا هستند، لیست های سیاه را ختم نکردند و همچنان شما در جریان هستیم که آزادسازی زندانی های امارت اسلامی بود که با چالش ها مواجه شد که بعد از او در نتیجه عملیات امارت اسلامی آزاد شدند. برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که امارت اسلامی نیز برخی از موارد توافقنامه دوحه را هنوز عملی نکرده است. آنان میگویند که تا هنوز میکانیزمی برای استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر وجود ندارد و گفتگوهای بین الافغانی نیز آغاز نشده است. اکثر مفاد موافقتنامه دوحه هرگز به اجرا در نیامد. خشونت ها کاهش پیدا نکرد، آتش بس صورت نگرفت، مذاکرات بین الافغانی ادامه پیدا نکرد و از همه مهمتر دولت مشارکتی و مبتنی بر صلح تشکیل نشد. ما به داخل خود توافقنامه دوحه نگاه بیندازیم متوجه میشیم که به او اندازه‌ای که امریکایی‌ها ادعا میکنند که امارت توافقنامه را نقض کرده، بیشتر خود امریکایی‌ها فکر میکنم توافقنامه را نقض کردند. برخی از اعضای ارشد امارت اسلامی به این باور است که توافقنامه دوحه نه تنها در تاریخ افغانستان بل برای دیگر ملت‌ها نیز یک تجربه تاریخی خواهد بود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء تعامل با جامعه جهانی را یک نیاز می‌داند و می‌گوید که امارت اسلامی خواهان تعامل مثبت با جهان است. ملا عبدالغنی برادر در نشست 3 سالگی توافقنامه دوحه می‌گوید که کشورهای جهان باید بر بنیاد حسن نیت متقابل با افغان‌ها تعامل مثبت داشته باشند. مراسم 3 سالگی امضای توافقنامه دوحه میان امارت اسلامی و امریکا با برخی از مقام‌های امارت اسلامی در ارگ برگزار شد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این مراسم با انتقاد از ایالات متحده می‌گوید که این کشور نه تنها با نظام کنونی در افغانستان تعامل نمی‌کند، بلکه کشورهای جهان را اجازه نمی‌دهد تا با افغانستان تعامل کنند. مجد طول و هوادوال و کاغه اسلامی دی کاغه اسلامی تعامل تضررت دی. هیچ ملک یواج پر خپل سر نش کدلای چې د هر څه څخه مستغنی شي. آقای برادر حفظ نظام را وظیفه مشترک همه میداند و از مقام های امارت اسلامی میخواهد که از تکبر دوری بجویند. از سوی هم سرپرست وزارت معدن و پترولیم امضای توافقنامه دوحه را یک روز ماندگار در تاریخ افغانستان میداند. افغانستان اسلامی امارت لا اول نه تر اخره پورې دې متحد وو چې توافقنامه اوسی موږ به دې عمل یاو د شي شای به موږ نه منو چې هغه موږ نس کولای. حتی د امیر المؤمنین حفظه الله له طرفنا په افغانستان کې چې نن د امریکایانو امپراتوري را ړنګ سو، په افغانستان کې چې نن د امریکایانو خجالت په برخه سو، دا دریم امپراتوري د افغانستان په خاور کې رانړیږي. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که تمام مفاد توافقنامه دوحه بر مبنای شریعت استوار و در مشوره با عالمان دین با حفظ ارزش‌های دینی و ملی آماده شده است. سرپرست وزارت معدن و پترولیم در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید که حکومت سرپرست به تمام تعهدهای خود با جهان پابند است. شهاب الدین دلاور میافزاید که امارت اسلامی با جهان بر بنیاد توافقنامه دوحه تعامل نیک میخواهد و در مقابل جامعه جهانی نیز با آنان تعامل خوب داشته باشد. فاطمه ادیب گزارش میدهد. سرپرست وزارت معدن و پترولیم که یکی از اعضای برجسته امارت اسلامی در گفتگوهای صلح شمرده می شود می گوید که حکومت سرپرست به تمام تعهدات خود با جهان پابند است.
شهاب الدین دلاور در یک گفتگوی ویژه با تلونیوز می افزاید که نمایندگی های دیپلماتیک امارت اسلامی در برخی کشورها فعال هستند. این مقام کابینه حکومت سرپرست از دیگر کشورها می خواهد که با امارت اسلامی تعامل داشته باشند. دنیا هم دیت ضرورت لیرش تعامل بلا افغانستان سر که دی افغانستان دا جغرافیایی حیثیت و دی افغانستان دا موقعات و دی افغانستان دا غیرتی خلق دا طول دنیای نظر نیست غرزوالی. آقای دلاور همچنان می افزاید که امارت اسلامی به حقوق تمامی شهروندان کشور متحد است. نو سیدوی نقانی کیگی دا نو خود ما تاستویلی سیدوی دی افغانان و حقوق لبخولانی کردی غل پاربانی لطی. او پوزلی که دیما یقین داشت قانی دی. برخ از آگاهان مسائل سیاسی می گویند که پس از توافقنامه دوحه و با به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی حقوق بانوان در افغانستان نقض شده است. اگر بر اساس شریعت اینا می خواهید که در افغانستان حکومت کنه، فکر نکنم که حقوق یک هیچ فرد نقض شود، به شرطی که واقعا شریعت تطبیق شود از الف تا یا. در همین حال نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید که رعایت حقوق بشر به ویژه بانوان برای کشورهای جهان و ایالات متحده مهم است و باید به حقوق بانوان در افغانستان توجه شود. فیصلهایی که از طرف امارات اسلامی صورت گرفته در قسمت بانوان خانم ها در نگاه تحصیل، در نگاه کار، موقف امریکا معلوم است. من شخصا هم مخالف ازی هستم که دخترای افغانستان، خانمای افغانستان حق تحصیل و کار نداشته باشند. هرچی زودتر مکتبها، پوانتونها، دانشگاه درایشان برای هر فرد افغان باز شود. پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بانوان از رفتن به مکتبها، دانشگاهها، کار کردن در نهادهای غیر حکومتی محروم شدند و این تصمیم حکومت سرپرست واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. با پوشش ویژه خبر شش باز هم خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز بر ادامه گفتگوها میان طالبان و آمریکا درباره چگونگی تطبیق توافقنامه دوحه تاکید می‌ورزد. آقای خلیلزاد میگوید که در ماهیت توافقنامه دوحه مشکلی وجود ندارد و چالش‌های کنونی به علت تطبیق نشدن کامل این توافقنامه است. این دیپلمات پیشین آمریکایی پیکار با داعش را بخش مهم توافقنامه آمریکا با امارت اسلامی می‌داند. اسما ساین این گزارش را ترتیب داده. در 30 سال روز توافقنامه دوحه زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز توافقنامه دوحه را یک فرصت خوب برای افغانستان میداند و از دو طرف میخواهد که از این فرصت کار بگیرند. مشکل در موافقتنامه نیست، مشکل در عملی کردن موافقتنامه است. ممکن مشکل در این است که چطور کلانای افغانستان از یک چانسی که اون موافقتنامه داشت که باید به اساس گفتمان و مذاکره مشکلات سیاسی حل شود استفاده نشده. این دیپلمات پیشین آمریکایی بر ادامه گفتگوها میان طالبان و آمریکا درباره چگونگی تطبیق کامل این توافقنامه تاکید می‌ورزد. آقای خلیلزاد می‌افزاید که مشکل در ماهیت نه، بل در تطبیق نشدن کامل این توافقنامه است. من طرفدار هستم که باز طالب و آمریکا بشینن میشه در دوحه یا جای دیگه و سردی که چی عملی نشده درست و چی شود که او عملی شود، هر دو طرف میتونن نگرانی های خود بگوین. طالب هم میگه که باز قسمت درست. های موقعی دوحه عملی نشده، پس چرا نشینه دو طرف و رای حل را برای این مشکل پیدا کنن. در موافقتنامه دوحه هدف اصلیش خروج امریکا بود بدون تلفات. هدف اصلی طالبا به قدرت رسیدن بود بعد از خارج شدن امریکایی‌ها. به گفته آقای خلیلزاد پیکار با داعش بخش از توافقنامه امارت اسلامی با امریکاست و این مسئله میتواند دنیا را با حکومت سرپرست نزدیک بسازد. اگر امریکا به توافقنامه دوحه پابند نبود امروز افغانستان و امریکا هر دوش به این وضعیت نمی بودند.
این در حالی است که بازرس ویژه آمریکا در تازه‌ترین گزارشش نوشته است که توافقنامه دوحه زمینه را برای فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان فراهم کرده است. جریان مکمل گفتگوی ویژه با خلیلزاد را امشب ساعت 8 از تولو نیوز بیننده باشید. معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که آمریکا پس از بیرون شدنش از افغانستان به وعده هایش عمل نکرده و دارایی های مردم افغانستان را منجمد ساخته است. همزمان با این، وزارت اقتصاد به این باور است که ایالات متحده آمریکا برخلاف توافقنامه دوحه کمک های توسعه‌ای را به افغانستان قطع کرده و افزون بر این تحریم های بانکی را نیز وضع کرده است. آمنه حکیمی روی جزئیات رفته. معاون اقتصادی ریاست الوزراء از منجمد ماندن دارایی های افغانستان انتقاد می کند و می گوید که امریکا پس از بیرون شدن از افغانستان برخلاف تعهد خود دارایی های افغانستان را منجمد کرد. افغان ملت شتمنی په ناروا ډول کنګل کړی ده. لږه پورته ناروا عمل دادی چې نور نړۍ هم اختطاب کړی ده. از سوی هم وزارت اقتصاد می گوید که محدودیت های بانکی منجمد ماندن دارایی های کشور و قطع کمک های توسعه‌ای برخلاف توافقنامه دوحه است که اثر بد بر اقتصاد کشور گذاشته است. توقف آنی تمامی کمک های انکشافی جامعه جهانی بالای شاخص های کلان اقتصادی از قبیل فقر، بیکاری، تولید داخلی، فعالیت های تجارتی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تأثیرات ناگوار خود به جا گذاشته است. توافقنامه دوحه همان طور که فضای سیاسی را در افغانستان دگرگون ساخت، به همان گونه وضعیت اقتصادی را هم در افغانستان به شدت آسیب رساند و اقتصاد افغانستان با بحران و رکود بزرگ مواجه ساخت. در بیش از یک سال گذشته بازرگانان نیز در انتقال پول به بیرون از کشور با مشکلات روبرو هستند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که تحریم ها اقتصاد کشور را با مشکل روبرو کرده است. اگر توافقنامه دوحه از طرف مقابل عملی می شدن، ما شاید مشکلات بانکی نمی داشتیم. ولی فعلا شما می دانید که افغانستان با محدودیت های مشکلات بانکی مواجه هستند. سازمان ملل متحد می گوید که تولید ناخالص داخلی افغانستان در 18 ماه گذشته 30-35% کاهش یافته است و بیشتر شهروندان افغانستان توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند. با پوشش ویژه خبر 6 خوش آمدید. همزمان با این، باشندگان پایتخت هم درباره توافقنامه دوحه دیدگاه های گوناگون دارند. برخی از آنان این توافقنامه را به سود کشور می دانند، اما برخی دیگر می گویند که پس از این توافقنامه حقوق بانوان محدود شده است. فاطمه ادیب گزارش می دهد. برخی از باشندگان کابل درباره سودمندی و زیان های توافقنامه دوحه دیدگاه های گوناگون دارند. که با معنی مایی نیست که ما صلح آورده ایم و دیگه خیر و خیرت است. مردم از گشنگی مردن. فهمی هر چیزی که هست چی بین المللی خود برابر کنین آله. یک جنبه مفید داشت که وطن از اشغال بسیاری وطنهای دیگر ممالک دیگر آزاد شد. ولی نواقصی که بر ما ایجاد کرد، پانتونها بسته شد، بسیاری از کادرهای ما از وطن فرار کردند. شمار از باشندگان کابل می گویند که پس از توافقنامه و با به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، محدودیت ها بر بانوان افزایش یافتند. بعد از توافقنامه دوحه با وجود آمده، زنان از تعلیم باز ماندن، نمی توانند درس بخوانند، دروازه مکاتب بسته است و همه تو پانتونا هم بسته است و مشکلات زیاد مردم مواجه هستند، بیشتر زنان. بسته بودن مکاتب برای دختران بسنده نبود که پس از آن بسته شدن دانشگاه ها مانع خیلی جدی روی حقوق تعلیمی و کاری بانوان به وجود آمده. پس از امضای توافقنامه دوحه، افغانستان با تحولات فراوان روبرو شد که شهروندان کشور بیشتر از آن متاثر شدند. سرپرست وزارت اقتصاد در یک نشست بر فراهمسازی زمینه آموزش برای دانش آموزان در کشور
تأکید می‌ورزد. در آستانه آغاز سال تازه آموزشی، شماری از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در سال پیشروی آموزشی به آنان اجازه رفتن به مکتب‌ها را بدهد. گزارش از اسما سائین. سرپرست وزارت اقتصاد در یک نشست خبری به مناسبت سومین سالروز توافقنامه دوحه میگوید که حکومت سرپرست باید به تمامی خواسته های مشروع مردم لبیک بگوید. او میافزاید که برای دانش آموزان باید زمینه آموزش فراهم ساخته شود و خواست های مشروع آنان برآورده شوند. هر چیزی که میخواهد، اگر میگه بیکار است خواسته مشروع است، اگر میگه فقیر است برای ما کار پیدا شود نان پیدا، خواسته مشروع است، اگر میگه تعلیم زمینش مساعد چه، خواسته مشروع است. ما باید به خواسته های از این رو احترام بگذاریم. در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید، دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم همچنان برای بازگشایی مکتب ها لحظه شماری می کنند. به گفته آنان دوام محرومیتشان از آموزش آنان را نسبت به آینده ناامید کرده است. توافقنامه که در دوحه به توافق رسید یا امضا شد، در او هیچ توجهی به دانش بانوان صورت نگرفته و جهانیان هم خود ادمی مورد خاموش گرفته. قد آرزوی ماست که ما به مکتب بریم و مکاتب بروی ما باز باشه. همزمان با این شهروندان کشور نیز خواهان تعلیم دختران هستند. دوهی پا کنفرانس که بلکه در افغانستان دینجونو بخاطر هم دست کمس یادواری نداشوی چه حال تا باید دینجونو در مکتبونو در پرانستلو پا مخا بنده یو سه یادواری وشی. علم بالای زن و مرد از گهواره تا بگور فرض است. 20 روز دیگر تا آغاز سال جدید تعلیمی در کشور باقی مانده که دانش آموزان پسر و دختران پایین‌تر از صنف ششم به مکتب بروند. امارت اسلامی اما تاکید می‌ورزد که بعضی دختران دوره متوسطه و لیسه نیز اجازه رفتن به مکتب را دریافت خواهند کرد. باز هم خوش آمدید. روند توزیع پاسپورت به شهروندان کشور از سر گرفته شد. مسئولان ریاست عمومی پاسپورت آمار می‌دهند که روزانه برای 10,000 تن در سراسر کشور پاسپورت توزیع خواهد شد و بیماران و همچنان دانشجویان در اولویت هستند. به گفته سخنگوی این ریاست که شهروندان کشور می‌توانند برای دریافت پاسپورت به گونه آنلاین ثبت نام کنند. صنعت کهن و تاریخی سفالگری در هرات از رونق افتاده است. در گذشته از ساخته‌های سفالگری سفالی همچون ظرف‌های غذاخوری، کوزه آب و گلدان استفاده می‌شد، اما با واردات ظرف‌های فلزی مشتریان این ساخته‌های هنری کم شدند. بسیاری از هنرمندان در هرات تلاش می‌ورزند که این صنعت تاریخی و کهن از بین نرود و پا بر جا بماند. به همین ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان پوشش ویژه خبر شش. از همراهتان سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.